از شابه تو گذاشته میشه. چکار میکنی؟ مرسی، دارم میخونم خونو با چی میشه پارچه پاکت؟ آب اکسیژنه و سرکه، نمک، جوش شیرین، نشاسته ذره. با این میشه خونو پاک کرد. نبوس کسیب شده، مشکی پوش دیگه. هرچی میخوای؟ نه، مامان بابام زنگ زدن گفتن ببین تو کارت اینه خونو چجوری میشه پاچه پاچه باید شبیه خونه ما؟ نمیدونم، ولی با اینو میشه پاکت مثل اینکه. چند روزه نخریدیم چند روزه؟ چیز جا به جا واسه کیسه زباله چند کیلو از این کیلویی ها هست؟ مشکی بزرگ و سایز 90 و 100 اینو دارن خیرن. نه ما آسانسور نداریم ولی خیالم راحت. آقای خبرم بد جوری این هفته سرزا که خیلی هم همه رو ناراحت کردش. چی؟ داستان بابای خودم بینید. خبری هم داریم امروز راجع به همین بحث مردن. یورونیوز خبر کار کرده که تا سوارز 26 ساله 18 اردیبهشت هنگام رژه مد برای شو لباس به برزیل از دنیا رفت. روی کتواک؟ آره، داشتون میرفته موقع برگشت رو تو میگه. این دختره هست بیلی آیلیش رو میشناسی؟ آره، یه آلبوم جدید داره میده، بعد یه هو تماما استایلش رو ریخته به هم. اوایل ماه مارچ بوده، بعد با موی بلوند و یه سری استایل کلا یه شکل تازه‌ای شروع کرد. مثلا همیشه لباسای اوورسایز می‌پوشید، این سری مثلا باز این کورست‌های قدیمی پوشیده، از این لباسایی که تنگ بودن و کمربند داشتن. مجله ووگ بریتانیا باهاش مصاحبه کرده. خوب. اولین جمله‌ای که برگشته گفته این بوده که اون کلاهکیس لعنتی دیگه جایی روی سر من نداره. موهاش مومشکی و سبزی که ما ازش می‌دیدیم توی این 18 ماه همش کلاهکیس بوده. واقعا؟ و موی خودش این موی بلنده است. آره، گفته که این 18 ماه عذاب‌آور بوده، خوشحالم از این بعد موهای خودم رو می‌بینید، احساس می‌کنم خانم‌تر شدم. بیلی آیلیش همیشه لباس‌های اوورسایز می‌پوشید، اما استایل جدیدش متشکل از کورست‌های تنگ و کلاسیکه. این پوشش گویا اعصاب طرفدارانش رو حسابی به هم ریخته و صدای خیلی ها رو درآورده. اما بیلی در مقابل گفته من از شکمم متنفرم و دلیل انتخاب کورستش همینه. از طرفی گفته برام مهم نیست که کی میگه. اگه شما چیزی رو می‌پوشید که به نظرتون باعث زیبایی، پس شما زیبایی. یه جوری گفته بی خیال دنیا. همینه که حالا بحث رنگو گفتی؟ یه خبر داریم اینجا، استخراج مواد رنگ ارگانیک از جلبک. یه شرکتی اومده چکار کرده از جلبک و آلمان شرکته و مواد رنگ های که برای کار مختلف توی مثلا پوشاک استفاده میشه از جلبک رنگ ها رو تولید کرده. اینم جالب بودش که همراسته با طبیعته. اتفاقا ما تو مدرسه یه دونه هم کلاسی داشتیم انقدر این بنده خدا کیوش پایین بود داشت بودیم جلبک. الان میشه ازش رنگ گرفته احتمالا. آقا یارا شهیدی 21 ساله بازیگر و تهیه کننده و مدل ایرانی امریکایی با همکاری آدیداس یه مجموعه 5 آیتمی جمع کرده که از المانهایی نظیر خط فارسی، طرحهای گرافیکی یا نقاشی مینیاتور و گل و مرغ و اسلیمی و ترکیب بندی رنگی خردلی و سیاه تشکیل شده. یا برای مثال کار بامزه کرده، آدیداس حروف روی کتونی رو برعکس زبان انگلیسی از جهت خط فارسی پیروی کرده، یعنی که از راست به چپ نوشته. شهیدی سعی کرده که این عناصر از عناصر ایرانی بودن و سیاه پوست بودنش توی این مسئله ادغام بکنه و به نمایش بذاره. خیلی جذاب بود. یارا شهیدی اصالتا ایرانیه درسته؟ آره، پدرش ایرانیه، مادرش امریکایی. امریکایی یک جای دیگه ای هم بود اگه اشتباه نکنم. جوهانسبورگ به تازگی شاهد برپایی نخستین فشن شو برگرفته از فرهنگ بال با حضور جامعه دگرباشان بود که به گفته برگزار کنندگان با هدف ایجاد فضای امن برای اعضای این جامعه برپا شد. تم اصلی این رویداد توأم با نمایش فانتزی زمستان بوده. شرکت کنندگان آخرین محصولات تولید کنندگان پوشاک رو در قالب حرکاتی نمادین و توأم با رقص به نمایش گذاشته. جالبیش هم اینجاست که تو قانون اساسی آفریقای جنوبی هر گونه برخورد تبعیض آمیز مبتنی بر گرایش جنسی ممنوع اعلام شده. آفریقای جنوبی تنها کشور آفریقاییه که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی است. مثلا نمی‌دونستم تو آفریقا داریم کشوری که قانونی.
این مدتی که کرونا داره تقریبا دیگه ایشالا به آخرش نزدیک میشه، خیلی شرکت ها مثلا از محصولاتی که مبارزه میکنه با ویروس ها فرد برداری بکنن. مثلا الیکس پارچه اومده که با یونهای مس تقویت شده و اینا باعث بود که بعد از 5 دقیقه بتونه ویروس رو از بین ببره. البته اینا تا بخواد اثبات بشه کارهای شون میکشه، ولی خبرهای مختلف من داشتیم راجع به اینکه چه محصولاتی که تو این حوزه تو زمین صنعت نساجی تولید شدن و چه مواد اولیه که این قابلیت رو دارن خیلی بوده، که خبرش راجع به ماسکی بودش که با یونهای مس پوشیده شدن. یه خبر دیگه هم داریم راجع به این قضیه که یه شرکتی با استفاده از پوشش ضد میکروبی SI Quad یک ایمنی توی سیستم حمل و نقل عمومی ایجاد کرده. یه پارچه‌ای هستن که تو حمل و نقل عمومی استفاده میشن و باعث میشه که ویروس از بین برن. آقا من عاشق گربه و سگم، یه گربه هم دارم اسمش پنبه است و عشق منه. حالا کاری ندارم، اینجا اصلا جای منه. نوشته بسیاری از علاقمندان به حیوانات ابتدای اردیبهشت ماه به هتل الگونکین، اگه اسمش رو درست تلفظ بکنم، تو شهر نیویورک آمدن تا تماشاگر شو لباس گربه ها باشن. یه سگی هم هستش مثل بودی. ای جان او خیلی آره، نمکه. یه مدل لباسه که لباسه مردونه رو میپوشه و درآمد میلیونی هم داره. آره اون خیلی بامزه است. من یکی دو تا عکس ازش دیدم. آره مدل چیزی هم عکس میگیره حتی. سلفی هم عکس میگیره خیلی. فرصتش لباسه مردان است. کلا این قضیه در واقع فشن مدیکون الان خیلی باب شده و استرس حیوانا یه نگاه جدیدی به حیوانا داره که زندگی ما نقش پررنگ‌تری داره انگار. این پدر سوخته معنای واژه پدر سگه. از ته دل بشه بهش گفت پدستگ. یه خبری هم من اینجا دارم که خیلی برای من به شخص جذاب و مهم بود و لذت بخش. برای من تازگی نداشت، خیلی هم قطعا واسه شون تازگی نداره، ولی خیلی جذاب بود. خواهرای حدید میدونی که دورگه هلندی فلسطینی هستن و پدرشون فلسطینیه و توی اتفاقای اخیری که کاملا ناجوانمردانه داره توی اون ناحیه اتفاق میفته و فقط مردم دارن این وسط ضررش رو میبینن، خیلی جدی پشت مردم فلسطین رو گرفتن، در صورتی که حتی تا جایی که من در جریانم دولت امریکا داره میکوبتشون و بهشون انگ یهودی ستیزی زده، ولی همچنان هم موضعشون پایین نیومدن. آره این دوتا خواهر با پوشیدن چفیه و ماسک و به دست گرفتن پرچم فلسطین به جمع معترضین پیوستن و به خیابونهای نیویورک رفتن. بلا حدید توی اینستاگرامش یه چیزی نوشته خیلی جذاب، نوشته در تمام زندگی من به من گفته شده بود که ملت من غیر واقعی است. به من گفتن پدرم اگر اهل فلسطین باشد هیچ وطنی ندارد و من اینجا هستم تا اعلام کنم که فلسطین واقعی است و مردم فلسطین باید به حیات خود ادامه دهند. جی جی حدید هم تو اینستاگرامش نوشته که نمیتوان از نابرابری نژادی، حقوق دگرباشان جنسی و حقوق زنان دفاع کرد. رژیم های فاسد و توهین کننده و سایر بی‌عدالتی ها را محکوم کرد. با این وجود ترجیح داد که از ظلمی که بر فلسطین وارد می شود چشم پوشی کرد. اینها با یکدیگر جمع نمی شود. این مدل مشهور که بیش از 66 میلیون نفر دنبال کننده داره ادامه داده که شما نمیتوانید انتخاب کنید که حقوق بشر در مورد چه کسانی اهمیت بیشتری دارد. و باز هم نوشته سیاستمداران از درس سرزنش لکنت زبان دارند و جهان برای جلوگیری از آزاردن افرادی نادرست سکوت اختیار میکند. تاریخ به ما یاد داده است که صدای فریاد خود را بلند کنیم. شما یا طرف راست هستید یا نیستید. این خیلی ساده است. یه خبری هم دیدم جالب بودش، یه سری ماسک تولید کردن که شفافه و صورت رو میتونی ببینی. توجیه هم که داشتن راجع به این ماسک بوده که چون صورت معلوم میشه القای حس زندگی با آدمو صورت میگیره. یعنی ما از این ماسک، از وقتی این ماسک رو به صورتمون میذارن صورتمون دیده میشه و اون حس لبخندمون، حس ناراحتیمون رو حتی القا کنه. خیلی جالبه. من که خودم با این قضیه خیلی مشکل دارم، یعنی هر جایی که مثلا میرم به طرفم لبخند میزنن، اون طرفش ریاکشن نه، ولی یادم میگه ماسک رو صورتمه. حالا من خواستم برعکسش رو بگم. من از موقعی که این کرونا اومد خوشحال شدم، چون این پرانتز باز کنیم، خدا و موقع خلقت صف کشیده بودن دونه دونه میداد همه چیزین، و موقع دندون که رسید وقت ناهار بود، من رسیدم یه تکون داد پاشید تو حلقه و هر کدوم یه جز، اما موقعی که ماسکو میزنم قیافه میزنم بهتر شده بود.